هموطنان گرامی، خانواده عزیز، سلام بر شما. از قندار خبر می رسه که ملا ایبت الله، یا کسی که از نام ملا ایبت الله در بارش صحبت می شه، با هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا که از کابل رفته بود دیدار نکرده. این یک حادثه بسیار مهم در روابط جامعه بین المللی با اما شاخه یا فرکسیون ایبت الله است. این هیئت خارجی از 2 روز پیش وارد کابل شده و میشه گفت که حامل آخرین هشدار یا آخرین اتمام حجت به ملا ایبت الله بوده به ارتباط گشایش مکاتب، ایجاد فرصت های شغلی به زنان و دختران و باز کردن سراسری تمام دانشگاه. از این مسائل بوده، اما چیزی که اونا کاملا اونجا خود سنگک کردن. حالا یک سوال پیش میاد که قندهار پایتخت است یا کابل؟ اختلافات داخلی بین طالبان کابل و قندهار شدت گرفته، یعنی حتی بعد از سفر ناکام هیئت بلند رتبه اروپایی و قندهار، حالا این اختلافات به یک نقطه غلیان نزدیک میشه. در طول 3 ماه اخیر چند بار به یک نقطه غلیان نزدیک شد، دوباره اثر تلاش های چند طرفه ای کنترل شده. حالا در افغانستان یعنی عملا 2 حکومت بر سر کار است، قندار و کابل. اگر اختلافات تشدید شود، دمی بین اختلافات ایجاد یک زون سوم حکومتی هم در شمال یا یک منطقه دیگر تقویت خواهد شد. این دو مرکز قدرت در 2 نقطه باقی نمیمانه. خب منتها قندار بسیار کلیدی است، مثل کابل. قندار یک بار ما شما دیدیم که در سال 1996 در دوره اول طالبا تقریبا عملا به پایتخت افغانستان تبدیل شده بود، یعنی از زمانی که تیمورشاه ابدالی پایتخت از قندار به کابل انتقال داده بود، یعنی 223 سال بعد از او، یعنی در سال 1996 طالبا بار دیگه پایتخت به قندهار، پایتخت اجرایی را منتقل کرده بودند. خب دیدیم که قریب 5 سال قندار پایتخت بود، یعنی کابل یکی از زون تابعه بود. بعد از او که طالب سقوط کرد، حیثیت کابل دوباره به عنوان پایتخت تاریخی دوباره اعاده شد. وقتی که اعاده شد به حال 21 سال دیگه گذشت. حال ما میبینیم که گردش تاریخ که یعنی بعد از 21 سال دوباره قندار بالای کابل لنگر میاندازه، مرکز تصمیم گیری و سیاست میشه و در این حال یکی از مرکزهای عمده کشمکش. یعنی از زمان که تیمورشاه ابدالی کابل به عنوان پایتخت برگزید 248 سال میگذرد. یعنی بعد از 248 سال در دوره دوم طالب قندار دوباره جای کابل میگیره. خب چرا؟ به خاطر از اینکه اونجا یک کسی را به نام ایبت الله اونجا گور کردن، نه با کسی نشانش میتن، نه کسی حق سوال کردن داره. اما ایبت الله چی میگه؟ میگه یه حکومت معاملگر به نفع مسلمانان نیست، بلکه به نفع شماری از افرادی است و معامله جریان دارد. منظورش ملا یعقوب است، ملا برادر است، استانکزی است، اینی هست. خب مردم عزیز، امی شما چه فکر میکنین؟ امی گپی اگه امیرالمومنین است که مثلا شکایت کنه از زیردستای خود، شکایت کنه از کسایی که به او بیعت کردن، یعنی شکایت یک امیرالمومنین که بسیار متوجه جایگاهش کاریزماتیک است و قداست داره، امیر خم گپ میزنه؟ ایخو انتقاد، لعن انتقادی یک رهبر فرکسیونی است. خب میخوایم چی بگویم؟ میخوایم بگویم که دیگه او ابهت و جلالی که در نظر مردم از امیرالمومنین اینا تصویر میکردن از بین رفته است.
کل این میفهمه که یک افسر رئیس هایست خداوند کده با کمک ایران و روسیه. خب آیت بلند زلمه خلیلزاد بالاخره اختلافات درونی طالبان را به شکل درشترش تایید کرد و مک مصاحبه خلیلزاد شنید یه طور که منتظر یک نتیجه کار است که از اختلافات چی برمیه، یعنی از دل اختلافات چی بیرون میشه. چی مانا؟ یعنی که یک پلانایی دارن تا اختلافات بسیار اوج بتن، از دل اختلافات یک انفجار بود، بعد از انفجار یک هر کس اما منافع خود جستجو کنه. از سخنهای خلیلزاد ما خامی چیز فهمیدم. حالا یک آیت بلندپایه اتحادیه اروپایی را ظاهرا برای آخرین اتمام حجت روان کردن پیش آیت الله که هم از دیدنشان پرهیز کرد. قرار بود اینا با آیت الله در قندار مسئله آخرین موضع گیری شه، یعنی که بالاخره ما گفتیم و رئیس الوزراء چی شی غوالی را یا معلومات بکنن، اما یادم وار ندید یا تصمیم داشتن که تقاضا بکنن که از مسئله آموزش و تحصیل دختران همین آخرین حرفش چی است. او آخرین حرفش انکار از ملاقات با اینا بود، یعنی دشنام، یعنی از امور که آمدی برو پس. خب همین مایده دوها به اثر امر امیرالمومنین امضا شده. چطور امیرالمومنین خودش بند کرده؟ یک دم در پشت از این چیزای دهی است. امیرالمومنین قزور نداره. کسایی که در پشت استاد است زور از اوناست. رهبرای کابل نشین از طالب باید اروپایی این زمینه سفر مساعد کرده بودن، بر از اونا وعده داده بودن که رهبر طالب یا کسی که به عنوان رهبر طالب با اینا در قندار گپ میزنه حتما این مسئله رو فیصله میکنه، شما یک بار به قندار سفر کنید. آیت رفت دو روز در قندار ماند، اما مشر ظاهرا که ساکن قندار هم باشه از دیدنشان خودداری کرد. یعنی یک بار دیگر مسئله به بنبست خورد. این حادثه در قدم اول باعث شرمساری حکومت طالبان در کابل شده است. امیر خان که دید که یا بیخی دستشان خالی ماند رفت خودش در دفتر والی قندار کرد از اینا که یا منتظر بودن که او بیای که از اینا دیدار کنه. این رفت خودش کرد از اینا دیدار کرد، شش تا دلاسا کرد یک شکل. حکومت قندار یک قدم از موضع خود عقب ننشست. حتی در دیدار امیر خان متقی با آیت اروپا که در داخل دفتر والی قندار انجام گرفت خود والی برآمد، هیچ اهمیت نداشت برش، دستور برش بود که تو برای، یعنی ملاقات متقی با اعضای آیت برای اونا اهمیت نداشت. برای آیت اروپایی امیر خود که متقی کردیم اینا از امیش گرب زده رفته بودن دیگه چی بوشه چه ملاقات. خب گفته بوده که تقریبا گپای ما شما آل قندار بیفاید است، سفر ما به قندار واقعا زایی کردن وقت بود. خب آل کی تو هست؟ برای متقی گفتن که ما قد خود در کابل بارا ملاقات داشتیم دیگه، چی گفتن تو برای ما داری؟ چی گفتن ما برای تو داشته باشیم؟ به خاطر اینکه همه چیز فیصله کردیم بریم همه آخرین مجوزه یا فتواره از عیبت الله بگیریم که این هم نشد. ای آیت در روز پیش وارد افغانستان شده، بسیار گپا می زدن ایست، شما در تلویزیون هم شنیدین ای طرف می رویم بزاکره می کدن یک شکل. اینا به نحوه حامل انتقال آخرین پیام هشدار به رهبر طالبا بودن. آیت خودش گفت که از تاریخ چرا یک نشست در دوبای برگزار میشه از تاریخ 12 تا 14، یعنی کنفرانس کشورهای کمک دهنده به شمول نمایندگان سازمان‌های امداد بین المللی که در سال پیش رو به افغانستان چه کمک‌هایی را در نظر بگیرند. یعنی به پیشواز از او رفته بودند که اگر آیت الله یک نرمش قائل شود که در امی بنبستی که با وجود آمده در رابط جامعه بین المللی با طالب بر سر آموزش دختران امی یک تغییر ایجاد شود که ما دیدیم با اینا ملاقات نکرده. آیت رفته بود که خب فتوا بگیره دیگه،
باز در برابر فتوا بحث های تشویقی کمک های اقتصادی رو بگویم که ما در کنفرانس دوبای بخیر که این چیزها رو در افغانستان در نظر میگیریم که همه چیز برگشت خورد. آله در کنفرانس دوبای ممکن است موضع جامعه بینالمللی سختتر شود، لحن دولت ها نسبت به طالبان عوض شود و همزمان بحران داخلی طالبان در کابل بین کابل و قندار شدت خواهد گرفت. چرا هیئت اروپایی هشدار داده که جامعه بین المللی بیش از انتظار شما بوده نمیتونه انتظار تغییر سیاست طالبان. ما با شیوه خود آنچه که لازم میدانیم فیصله میکنیم. در کنفرانس دوبای احتمالا اعلام خواهد شد که همین نحوه و میزان کمک های بین المللی در افغانستان در آینده در سال آینده کاهش خواهد داشت و حتی ممکن است حتی بسیار قاطع کمک ها را اعلام بکنن. یعنی یک نوع که بیشتر فضا را داغ بسازن که بین جناح طالب زودتر جنگ در بگیره. ما تو فکر میکن. خب امریکا خب قبلا پیش از پیش گفته بود که امکان کمک رسانی که به افغانستان در نظر گرفته بودیم ما او رو به طرف کشورهای افریقایی روان میکنیم. این دیگه منافقت امریکا دیگه در این قسمت بسیار میتو برجسته است و آنچه که در خفا روان است نیرویی که پشت هیبت الله استاده است نیروی قدرت های آسیایی است. و بعد از خروج امریکا بعد از شکست آیا این دومین شکست خواهد بود یا ای که پیروزی خواهد بود که شکست اول جبران بکنه؟ تا برنامه بعد.